این اعلامیه طالبان که با مهر و امضای مولوی عبدالحکیم قاضی القضات گروه طالبان است، از دو روز به این سو در ولسوالی‌های کشک رباط‌سنگی، گلران، کشک کهنه، کهسان، ادرسکن و شندند هرات بر روی دیوارها نصب شده است. طالبان در این اعلامیه از پروسه آتش بس در ایام عید قربان حمایت کرده و به نوعی علاقمندی خود برای حضور در مباحث صلح با آلمان دینی و گروه‌های بی‌طرف را اعلام داشتند، موضوعی که با استقبال مقام‌های محلی ولایت هرات روبرو شده است. نشر چنین اعلامیه از آدرس قاضی القضات طالبان در جغرافیای هرات نشان میده که رهبری طالبان از جنگ خسته شدند و ما امیدوار هستیم که در عید قربان شاهد استقرار صلح و آتش‌بس دائمی در افغانستان باشه. رئیس کمیته صلح ولایتی هرات نیز این تصمیم طالبان را در زمینه آغاز گفتگوهای صلح مهم می‌خواند. او می‌گوید که تلاش‌های حکومت افغانستان برای تشویق گروه طالبان به گفتگوهای صلح و اعمال فشار بر حامیان این گروه موفق بوده است. خود رئیس جمهور الحمدلله حرکت‌های خوبی کردند و علما حرکت‌های خوبی کردند که بعضی اونا در خیمه لوجرگه تا شهیدم دادم، بازم فتوا خور صادر کردم و همچنین در سمیناری که در عربستان شد اینجا هم علما فتوا خود دادم و نشستای کردم دیگه. اینا همگی به کتاب تلاش دولت و شورای صلح هست که مقصد امکانات آماده شده و خود طالبا هم آماده شدن که بعضی به صلح یک جاش. مقام های امنیتی ولایت هرات نیز میگویند که با کسب تجربه از پروسه آتش بس در ایام عید فطر تلاش خواهند کرد تا این بار به گونه قوی تر پروسه آتش بس را مدیریت کنند. به گفته این مقام ها پلیس با گرفتن تدابیر جدی به افراد طالبان برای دید و بازدید به اقوامشان اجازه خواهد داد. قربان اعلان میکنم ما حاضر هستیم همراه شما. اما این دفعه با تجربه که در عید گذشته بود ما باز تجارب در اونجا آموختیم که ما بیشتر توجه خواهد کردیم که ملت، نیروهای امنیتی، شهرهای ما و ولسوالی ما باید آسیب نبینه. ببینیم ما منتظر اعلامیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بودیم. طوری که دایت مقامات صالح بود ما هم رقم عمل خواهد کردیم. اعلامیه قاضی القضات گروه طالبان همچنان با استقبال مردم و فعالان مدنی در ولایت هرات مواجه شده است. آنان میگویند علاقمندی طالبان به آتش بس و پروسه صلح نمایانگر خستگی آنها از جنگ در افغانستان است. امیدواریم دروازه گفتمان دو جانبه میان دولت و مخالفان از طریق آتش بس باز بشه تا بالاخره مردم افغانستان هم به یک چیزی به عنوان صلح باور داشته باشن و طرفای درگیر قضایای افغانستان هم بتونن همدیگر یک درک نسبی داشته باشن. خیر در صلح نهفته است و صلح اساس و بنیاد رفاه و آرامش و سعادت یک اجتماع. ما هر اقدامی که در راستای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان از هر جانبی که باشه از جانب مردم افغانستان قابل ستایش و ستودنه. در جریان روزهای عید فطر و آتش بس موقت نیز شمار زیادی از افراد طالبان به شهرهای افغانستان آمده و با خانواده‌هایشان و مردم دیدار کردند. اعلامیه گروه طالبان برای آتش بس در ایام عید قربان نیز در حالی نشر شده که شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان نیز از حکومت و گروه طالبان خواهان آتش بس دائمی در این کشور شده اند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات.